سلام و وقت بخیر به مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از شمشاد خوش آمدید. در نخست سرخط مهمترین خبرها. رد گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل از سوی حکومت سرپرست، امارت اسلامی ادعای موجودیت گروه های مسلح در افغانستان را بی اساس خوانده. برگزاری نشست مسئولین امنیتی به رهبری رهبر امارت اسلامی در کندهار. در این نشست تلاش های مسئولین امنیتی در بخش تحکیم امنیت تقدیر گردید. و کشته و زخمی شدن بیش از 25 تماشاچی مسابقات فوتبال بر اثر موتر بم در سومالیا. مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. حکومت سرپرست ادعای سازمان ملل در رابطه با موجودیت گروه های مسلح در افغانستان را بی اساس خوانده است. مقامات می گویند حکومت به مکلفیت های جهانی متوجه است و اجازه نمی دهد تا کسی با استفاده از خاک افغان بر ضد دیگران استفاده نماید. سازمان ملل اتهام وارد کرده که جنگجویان جی دی پی در افغانستان حضور دارند و از این خاک به سایر کشورها مشکل و خطر را ایجاد کردند. سازمان ملل تا یک گزارش تازه ادعا کرده بود که هزاران جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند و از این خاک به سایر کشورها خطر را ایجاد می نماید. اما حکومت افغانستان حضور هر نوع گروه مسلح خارجی در افغانستان را به شدت رد می نماید و می افزاید که به هیچ کسی اجازه فعالیت در خاک افغانستان را نمی دهد. کابل می گوید هیچ گروه مسلح در افغانستان وجود ندارد و هر نوع ادعا و اتهامات در این راستا بی اساس می باشد. امارات اسلامی بار دیگر اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان به هیچ کشوری تهدید واقع نخواهد شد و هیچ یک از کشورها در این زمینه تشویش و نگرانی نداشته باشد. بهرنی ډلو د شتون په ارتباط کومه دا سوی د مجدغه اداره ده وو بهرنی ډلې په افغانستان کې شتون نه لري. دا د اسلامي امارت پالیسی ده چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته خطر نه متوجه کیږي او نه بدلته کوم بهرنی ډلې ته د فعالیت کولو اجازه ورکوي. ناظرین افغان میگویند آنها در اتهامات بی اساس هستند که این بار به جای اسلام آباد از سوی سازمان ملل مطرح میگردد و با این امر سازمان ملل باور و اعتماد خود را در برابر افغان ها بیشتر کم ساخت. درخواست این است سازمان ملل باید به جای مطرح نمودن چنین ادعاها انسان های بیگناه را از ظلم روان اسرائیل در غزه نجات دهد و بی‌طرفانه بودن خود را نیز ثابت نماید. اندرا کله پاکستان لمامل موږ نه خلاصي وسه هغه خبره کوله چې جی ڈی پی تاسو راځه ساتي من بیا نه ویلو غره پیدا شوی د ملګری ملتونو دا خبره کوي چې جی ڈی پی په افغانستان کې ده د ملګری ملتونو تر دې دا مهمه ده چې فلسطین کې ور باندې راولي چې بزرګونو ماشومان او شهیدانو شهیدانیږي خځې شهیدانیږي تر دې د اوکراین مسله ورته مهمه ده ملګری ملتونو چې دغه د غلامۍ څهره لزان غواړي هغه ځان نور نه برنامه یي ملګری ملتونو یو د امریکا تر واک لاندې ملګری ملتونه چې ملګری ملتونه مستقل نه دي هغه د امریکا په فرمایشاتو غواړي د دا دارې دغه لوبه پسې تازه کړي. برخی ها به این باور هستند که سازمان ملل مستقل نیستند و مطلق به فرمایشات امریکا و انگلستان تصمیم میگیرد. آنان می افزایند پاکستان در منطقه یک کشوری عملی کننده استراتژی های امریکا و انگلستان شمرده می شود و ادعای آخر سازمان ملل که در آن ادعای حضور افراد مسلح تی تی پی در افغانستان مطرح شده را نیز بر اساس همین ملحوظات می دانند. خواست این است که حکومت افغانستان باید تحکیم اتحاد میان افغانها برای جلوگیری از چنین دسایس تلاش نماید. ملګری ملتونه خپلواک نه دي. د ملګرو ملتو واک امریکا، انګریز او غربي هیوادونه دي. دوه همداده چې افغان او افغان ولس د پاکستان قرباني شو. د دې لپاره چې پاکستان د نړیوالو غربي هیوادو سیاسي اهداف په دې سیمه کې پلي کړي. ملګری ملتونه ولې په پاکستان باندې نیوکی وکړي؟ هغه خو د دوی خپل هیواد د دوی د سیاسي اهداف لپاره په دې سیمه کې جوړ شوی دی. د دغو ټولو نیوکو د دغو ټولو خنډونو مخنیوی فقط امارت اسلامي دی چې وکولی شي چې هغه ملي ارزښتو ته، ملي یووالي ته، ملي وحدت ته، ملي ګټو ته ژمن شي. ناظرین بدین باور هستند که ادارات امنیتی پاکستان در تحکیم امنیت در این کشور کوتاه آمده و بار ملامتی خود را به دوش افغانستان می اندازد. اعتقاد بر این است که این امر محال است که با وجود سیم خاردار و صدها پست امنیتی بر خط فرضی دیورند باز هم از خاک افغانستان به پاکستان تهدید میاناید.
بر اساس گزارش سازمان ملل، حملات بالای نیروهای امنیتی و پسته ها از سوی تی تی پی و گروه های آزاد خواهی دیگر در این کشور بیشتر شده که تلفات سنگین را نیز به همراه دارد. قبل از این کابل جنگ و نامنی آخر در پاکستان را مسئله داخلی اسلام آباد خوانده و گفته بود که به هیچ کس ربط ندارد. نشست مسئولین امنیتی با رهبری رهبر امارت اسلامی در کندهار برگزار گردید. در این نشست به دلیل تحکیم امنیت تلاش های اداره های امنیتی و کشفی ستوده شد و برای تحکیم امنیت بهتر به مقامات اداره های یاد شده توصیه های لازم نیز رایه گردید. از سوی دیگر کارشناسان امور می گویند برای تحکیم امنیت و جلوگیری از بی‌ثباتی های محلی افزایش تدابیر امنیتی و برگزاری نشست ها در این زمینه الزامی می باشد. نشستی به رهبری هیبت الله خونزاده رهبر امارت اسلامی با مقامات اداره های امنیتی، کشفی و دفاعی روی مسائل امنیتی غرض حل چالش های موجوده در این زمینه در قندهار برگزار گردید. به شمول سرپرست وزرای امور داخله، دفاع و رئیس عمومی استخبارات در این نشست شمار از مقامات برجسته اداره های یاد شده نیز حضور داشت. مقامات میگویند در این نشست از سوی رهبریت تلاش های مقامات امنیتی تقدیر گردیده و برای تحکیم امنیت سرتاسری در کنار اقدامات اضافی روی مرفوع‌سازی ضروریات آنان نیز تأکید گردیده است. عمومی د امنیتی حالت ارزونه سویده او د مسئولین لخوانه د پیگونو د امنیت تامین پر برخه که توضیحات و کرسیوی او د غو د اقدامات و حچو سخستاین سوی و عموم که د غو زینی مشکلات سکو لوجستیکی و نور برخه که دلوتل د حل د پاره لازم هدایت سوی. با این امر شمار از کارشناسان امور برگزاری نشست ها به سطح رهبرت امارت اسلامی را در بخش تحکیم امنیت مؤثر می دانند و برگزاری چنین نشست ها و ترتیب یکسری پلان ها را در این راستا در آینده مهم می خوانند. خا خبر د زه خو وایم چې کچیر په میاش کې د سیو غونډې جوړ شي په میاش کې د غدنا اورګنونه چې امنیتی اورګنونه مشران دی او دوی راجم شي په یو ځای شي یا د مشر سره یا د خپل نورو چرواکو سره په څنګ کې په دې باندې مشورې وشي چې څنګه امنیت کول شي چې همدا شی وسطو او څنګه کول شي چې مخکې نور داسې پلان جوړ کړو چې د افغانستان څنګه امنیت همدا شی امنیت پاتې شي. در کنار این شمار از کارشناسان امور عملیات تحت نام عزم استحکام پاکستان را که در مناطق قبایلی تحت حمایت امریکا صورت می‌گیرد را در برابر امنیت برخی از مناطق آن سوی خط فرضی دیورند یک خطر جدی می‌دانند و تدابیر امنیتی از سوی حکومت سرپرست را در این زمینه مثبت می‌دانند. متأسف سره و از پاکستان حکومت امریکایان ته بیا ځای ورکړه اړې جوړ کړلې او مشترک وړیا مجاتو پښتونخوا کې او سره د افغانستان کې وکی زه باور لرم چې امیر المؤمنین محترم به امر کړی چې د افغانستان ټول نظامیان په حالت د درجه کې اوسي او د خپل د وطن دفاع په حالت کې راشي، یعنی اظهارات درجه کولري. نو طبیعي خبر ده چې په دې عملیاتو کې باید موږ خپل امادګي ولرو او د پاکستان حکومت نه د تعوت وخلی سي سرحد ته رانږدې دخوا روانه وړي او رانیسي. نشست مقامات امنیتی بر رهبری رهبر امارت اسلامی در کندهار در حال برگزار می‌گردد که چند روز قبل کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل طی یک گزارش تازه بابت افزایش احتمالی فعالیت‌های گروه‌های تروریستی و مراکز آن در افغانستان نگرانی ابراز کرده بود. قرار است هفته آینده کنفرانس ملی کار در کابل برگزار گردد. مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی میگویند اشتراک کنندگان در این کنفرانس روی راه‌حل‌هایی از بین بردن عوامل بیکاری بحث‌های علمی خواهند داشت. کارشناسان از این کنفرانس استقبال میکنند و میگویند این کنفرانس خواهد توانست تا راه‌حل‌های معقول فرصت‌های کاری را به جوانان مطرح نماید. در حالی که بسیاری از جوانان در کشور از نبود کار شکایت میکنند، اما مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که قرار است هفته آینده کنفرانس ملی کار در کابل برگزار گردد تا باشد علتهای بیکاری در این کنفرانس بررسی و به مردم در افغانستان فرصتهای شغلی نیز فراهم شود. مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی میگویند تلاش می نمایند تا غرض از بین بردن سطح بیکاری در کشور و ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان در این کنفرانس نظریات و پیشنهادات علمای دینی، آگاهان و نمایندگان سکتور خصوصی را جمع آوری نمایند تا باشد با آن فرصت های کاری در داخل بیشتر گردد.
په افغانستان کې د بیکاری کچې ټیټولو او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ټولو اماراتي ادارو، خصوصي سکتور، ملي او بین المللي موسساتو او سازمانونو سره په ګډه همغږۍ په راتلونکې اونۍ کې په کابل کې د کار ملي کانفرنس تیروي، تر څو له دې لارې د افغانستان د کار بازار دقیق مطالعه شي او کومې ستونزې چې په دې برخه کې موجودې دي ورته د حل لارې پیدا شي. در همین حال کارشناسان امور از دایر نمودن این کنفرانس در آینده استقبال میکنند و از سازمان بین المللی کار و کشورهای پیشرفته میخواهند تا در این زمینه با افغانستان همکاری نمایند و به جوانان در داخل کشور زمینه های کاری را فراهم سازند. برگزاری همچون کنفرانس ها میتواند در پیدا کردن یک راه حل برای کاهش بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی مهم دانسته شود. مشروط برای که از این فرصت ها استفاده بیشتر صورت بگیرد از یک پالیسی کارآمدی که در قسمت کاهش سطح بیکاری مهم باشه استفاده لازم صورت بگیره و طرز عملایی که در قسمت حمایت و تشویق از کارآفرینان نیاز است روی دست گرفته شود. در همین حال شمار از کارشناسان میگویند کنفرانس ها تنها راه حل مشکلات را جستجو می نمایند، اما به گفته آنان برای از بین بردن مشکلات باید اقدامات عملی از سوی حکومت برداشته شود. آنان معتقدند اگر فرصت‌های شغلی در داخل برای مردم فراهم گردد، پس بدون تردید جلو مهاجرت‌های افغان‌ها به بیرون از کشور نیز گرفته خواهد شد. دست کنفرانس نو واقعاً چه ډیر ګټور تمامیږي او په دې سره به د خلکو امیدونه راژوندي شي او دی به په افغانستان کې په کار باندې بوخت شي. اما شرط دا چې کوم برنامه چې د ځوانانو لپاره په داسې کنفرانسونو کې جوړیږي یا کوم اهداف چې ورته ټاکل کیږي دا باید عملی شي او په دې باندې باید عملاً کار وشي ترڅو ځوانان مطمئن شي او په وطن کې پاتې شي. مسؤولین وزارت کار و امور اجتماعی میافزایند در این کنفرانس مقامات برجسته حکومت سرپرست، آگاهان، علمای دینی، اساتید پوهنتون‌ها و صاحب نظران دیگر حضور خواهند یافت و با بررسی عوامل بیکاری راه‌های حل معقول را پیشنهاد خواهد کرد. فارم های گاو های نسل خارجی در هرات افزایش یافته است. فارمداران در این ولایت می گویند با وجود اینکه فارم های گاوداری و تولید شیر افزایش یافته، اما نبود بازار برای فروش محصولات لبنیاتی آنان را با چالش ها روبرو ساخته است. از سوی دیگر مسئولین محلی می گویند حکومت باید غرض بازاریابی برای فروش شیر تعرفه گمرکی را بالای شیرهای وارد شونده از بیرون کشور بلند ببرد. فارم های گوهای نسل خارجی در هرات افزایش یافته که همزمان با آن در سطح تولید شیر نیز افزایش آمده است، اما به دلیل نبود وسایل نگهداری از شیر و نبود بازار برای آنان بیشتر اوقات منجر به ضایع این محصول میگردد. آنان از مسئولین و صنعتکاران میخواهند تا واردات شیر خشک را از خارج به کشور خودداری کند و در شهرک های صنعتی و تولیدات محصولات آنان بهره ببرند. اینا گواهی بوده که از ایران آورده، ما 10 دانه گوه از ایران وارد کرده بودم اینجا آوردیم، باز از این 10 دانه دیگه ما نسل گیری به همین داخل کشور کردیم. این گواهی که داریم 5 دانه از این گواهی ایرانی ما داریم، 5 دانه دیگه تلف شده. مشکلات ما این یک بمی اگه به حساب دعا دکتر اینا اگه برسن این مشکلات ما مشکلات آزوغه، اگه کسی باشه با ما کمک کنه، یک مؤسسه یا دولت کمک کنه، مشکلات همینه مشکل حل میشه. خب مسئولین اتحادیه فرمداران گوداری میگویند در حال حاضر در هرات حدود 730 فرم های گوداری سنتی، نیمه سنتی و سنتی وجود دارد و روزانه نزدیک به 315 تن شیر از این ولایت به دست می آید و تا 35 تن شیر از این ولایت به ولایت های دیگر کشور هم برده و صادر می گردد. محصولات ما میره به دیگه ولایت ها، ما صادرات داریم در حدود 30-35 تن ما روزانه به دیگه ولایت مثل نیمروز، کابل، قندهار و فرا ما محصولات صادر میکنیم، مثل شیر و چکه و مسکه و اینا صادرات داریم. از سوی دیگر مسئولین محلی هم مشکلات فارمداران گاوداری را در بخش نگهداری شیر میپذیرند و میگویند که عرض بازاریابی به شیر جلوگیری شیر وارداتی از بیرون را به کشور گرفته اند. دا واقعیت خبره ده، موږ هم دا کوشش کړی الحمدلله چې دغه کومې شیدې چې هغه واردېږي هغه هم بندې کړي دي چې هغه وچې شیدې پخوا ډېر تره راتلې
صرف یو کمی و بیشی که پا دغا شرک سنتی که وی اغا هم ده دید پرنه چی اغا دغا زین جوری ری مستی زین جوری ری نو بلکی اغا ده و خاص چه ده پاره دی نو نور موش بنده کردی دی واس خارجی شی دی دلتا و افغانستان تا الحمدلله خصوص یرات نواری دیش نبودی ادواجات با کیفیت برای گاوها در داخل و عدم راه اندازی صنوف برای آگاهی دهی با مالداران در بخش نگهداری گاوها از جمله چالش های اند که به گفته فرمداران بیشتر اوقات به همین دلیل گاوهای آنان تلف می شود. کاروبار یخنهای خامک دوزی در کندهار افزایش یافته است. فروشندگان یخنهای خامک دوزی در این ولایت می گویند کاروبار آنان در این اواخر بهتر شده و بسیاری از مردم به جای یخنهای خامک دوزی ساخت دست از یخنهای کامپیوتری استفاده می کنند. از سوی دیگر فروشندگان یخنهای خامک دوزی ساخت دست می گویند بسیاری از مردم با چالش های اقتصادی روبرو اند و به جای یخنهای ساخت دست از خامک ماشینی که ارزان است استفاده می نمایند. یخنهای خامک دوزی به وسیله دست زنان کندهاری که شهرت بسزایی دارد. اکنون یخنهای خامک دوزی کامپیوتری بازار آن را کم رنگ ساخته است. یخنهای خامک دوزی کامپیوتری از چند سال گذشته بدین سو در کندهار رایج شده که بیشتر آن از ولایت هرات و کابل آورده می شود. فروشندگان یخنهای خامک دوزی می گویند که کاربار آنان در این اواخر رونق یافته و بسیاری از مردم از نزد آنان یخنهای خامک دوزی کامپیوتری و پتو می خرند. کامپیوتری غار بازار و سیوسه شدی در لاسه غار پوره. ولی چې د افغانستان د خلکو اقتصاد چې دی هغه ضعیفه دی، داسې نه دی لکه د نورو ملکو د خلکو اقتصاد. نو په دې خاطر لاسي غاړې چې دي هغه ګرانې تمامېږي و خلکو ته، زموږ و خلکو ته په 15,000 افغانۍ په 10,000 افغانۍ. خو کمپیوټري غاړې چې دي بس مناسب قیمت دی د 1500 څخه نیولې بیا د 1500 پورې هغه ګران شی معنی موږ ته لاسته راځي. د ایران ته څه راوړو ده خطر د جه بازار ډېر دی چې دا د هر سړي په وسه پوره ده. لسغار چې جاغه دا یو په وسنه ده پوره دغه دا ډیر پرشات لري. یک یخنه کندهاری خامک دوزی دستی از 5000 افغانی گرفته تا 25000 افغانی قیمت دارد، اما نرخ یخنهای کامپیوتری از 500 تا 1500 افغانی می باشد. فروشندگان یخنهای خامک دوزی دستی می گویند در حال حاضر مشکلات اقتصادی در کشور زیاد است و مردم توان خرید یخنهای خامک دوزی ساخت دست را ندارند، پس روی همین دلیل به جای آن از یخنهای کامپیوتری بهره می برند. علت دا زایدی وروره چې خلق وس نه بخرسیږي په دالاسی کمپیوټری چې دا وروره په 800 او 900 ټکرو ګر شانو سره ده. اوس یو جوړه ساده کالی چې شټ پر کوي وروره په 1200 دی، نو لاسی په 1000 او 800 او 5000 بل په دې د دی وس نه خرسیږي وروره. سادی وځي په اساس باندې دغه چې دی ارزانه تمامیږي او یو اقتصادي پریوزي خلګي اوندې شوکې کوي او لاسی غاړه چې ده دا قیمت به شی دی، د لاس شی دی، قیمت یې ډیر پیسو دی، هر سړی رسیدګی نسي ورته کولی یا رانیولی نسي. در همین حال مسئولین اتاق مادن و صنایع کندهار می گویند یخنهای خامک دوزی ساخت دست وسیله رزق و روزی برای زنان بی‌بضاعت است و نباید بازار آن خراب و کمرنگ شود. رئیس اتاق صنعت و صنعتکاران می خواهد تا آن مواد را تولید نماید که از بیرون وارد می گردد و مردم به آن خیلی ضرورت دارند. حال همچند رویداد مهم از جهان. بر اثر موتر بمب در سومالیا به تماشاچیان فوتبال تلفات جانی وارد شده است. مقامات امنیتی این کشور بر رسانه ها گفتند در نتیجه موتر بمب در یک قهوه خانه در موگادیش پایتخت سومالیا 5 تماشاچی بازی فوتبال جان باختند و حدود 20 فرد دیگر زخم برداشتند. مقامات اضافه نمودند که حمله موتر بمب بالای آن در کسانی صورت گرفته که نتایج مسابقات امسال فوتبال اروپا را از طریق تلویزیون در قهوه خانه تماشا می کردند. بر اساس گزارش این حمله موتر بمب در ساحه دیپلماتیک پایتخت سومالیا رخ داده است. گزارش ها می رساند که تاکنون هیچ کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
نیروهای اسرائیلی پناهندگان را در یک مکتب مورد هدف قرار دادند. اداره مسئولیت عامه غزه گفته است بعد از آنکه اسرائیل بیش از 90 تن را در کمپ المواسی از بین برد، به تازگی 17 پناهنده را که بسیاری از آنان را کودکان تشکیل می‌داد، در یک مکتب به نام ابو عربان که از سوی سازمان ملل تأسیس شده در یک حمله راکتی از بین برده و بیش از 80 فرد دیگر را زخمی ساختند. در این حال اسرائیل ها ادعا کرده که افراد مسلح گروه حماس را در مکتب طب ابو عربان هدف قرار دادند. و خبر اخیرین که دونالد ترامپ بعد از صحتیاب شدن دوباره به کمپاین انتخاباتی برگشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا روز گذشته غرض اشتراک در نشست کمپاین انتخاباتی از ایالت ویسکانسن به شهر میلواکی رفته است. بر اساس گزارشات ترامپ به نمایندگی از حزب خود در انتخابات ریاست جمهوری منحیث نامزد رسمی تعیین خواهد شد. نام برده که شنبه گذشته در پنسیلوانیا در هنگام نشست کمپاین انتخاباتی از سوی یک فرد مسلح زخمی شد، بعد از دو روز تأخیر دوباره به کمپاین انتخاباتی برگشت نمود. سرویس خبری ما در اینجا به پایان میرسه. سپاس شما و همکارانم وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.